خب برای کسی که به سفرهای خارجی علاقه مندن، یکی از اولین اولویت ها استانبوله. ما میخوایم توی این ویدیو با هم بررسی کنیم که برای سفر 3 روزه به استانبول چقدر باید هزینه کنیم. پس تا آخر ویدیو با من همراه باش. سلام دوستان، من امیرم و اینجا کانال ترکی وید امیره و همونجور که توی اول ویدیو دیدید قصد داریم در مورد سفر 3 روزه به استانبول و هزینه‌هایی که باید بکنیم صحبت کنیم. خب بریم توی لپتاپ قیمت‌های بلیط رو بررسی کنیم، قیمت هتل رو بررسی کنیم و همچنین تجربه تقریبا 3 روزه خودم یکی دو هفته قبل که به استانبول سفر کردم و با تو به اشتراک میذارم و چقدر هزینه کردیم برای خانواده 3 نفره رو با هم بررسی میکنیم. خب بریم روی لپتاپ برای قیمت ها. خب دوستان، من اول خواستم از علی بابا چک کنم ولی فکر کنم چون دامن آی آره و توی کشور خارجی جدن باز نمیشه فکر کنم. خب حالا ما از سایت فلایتیو چک کنیم. پرواز خارجی از کجا؟ از تهران به استانبول ترکیه. مثلا الان دارم 20 مثلا 23 مرداد بریم 23 مرداد رو چک کنیم، یه طرفه باشه. حالا برگشت با خود جمعید 5600 خوردی و خب تقویم قیمتی رو که ببینیم که بازم همین 50 خوردی هست. یه ما خواهی بریم هفته بعدش رو با هم چک کنیم. 2000 years later. اینکه 23 مثلا باشه اول شهریور. خب اینو چک کنیم. این هم بچه هم 50 خوردیه. خب تابستون گرونتره ولی خب بقیه ماهای سال قطعا این قیمت ارزونتر میشه. اینجا تقریبا قیمتش که ببینیم بازم همون قیمته. پس اگه بخوام توی تابستون امسال سفر کنیم حداقل نفر 5600 هزینه است که باز هم چارتری قطعا ارزونتر در میاد. مثلا الان بریم ماه قبل که مرداد میشه، مثلا فردا واسم همون 50 خوردی. خب فعلا 50 خوردی. پس نفر تقریبا 10 میلیون تومان رفت و برگشتتون میشه. بریم هتل رو چک کنیم. من ترجمه هتل رو از خود پیج ترک بررسی کنم. دو تا رو اینجا هر داش لینکش رو میذارم. یه دونه hotels.com که اینجا ترکیه، میخواید انگلیسی کنیم که همه درمان بیشتر بلد باشن. خب where going کجا میخوام بریم؟ خب بریم استانبول و بچه جایی که بیشتر ایرانی میرن سمت شیشلیه، مرکز خرید و مرکز شهر اصلیشه که نزدیک خیاب میدون تاکسیم هم هست. شیشلی استانبول استانبول شیشلی. برای تاریخ مثلا از 12 آگوست 2022 باشه تا 3 روز 12 تا 15 هم برای دو نفر که میشه یک اتاق، هم قیمتا رو با هم بررسی کنیم. معنی میشه استانبول 6 چرا استانبول 6 اروپایی استانبول. خب بچه برای 3 شب اینا رو، اینا خوب قیمتش خیلی بالاست، نزدیک 50000 لیر برای 3 شب دو نفره. خب اینا هتل بسیار در واقع قوی و خوبی ان، همونجوری که 9 و 4 امتیازش، اینجا 8 و 8. بیایم قیمتا رو ذره پایین‌تر چک کنیم. مثلا بین 1700 خوردی تا 2700. اینجا سمت چپ بیتون قیمتا رو چک کنید در چه سطحی میخواید، چه قیمتی میخواید. بعد پپیل فیلتر داره، ستاره هاش مشخص میکنید، این رو همه میشه مشخص کرد.
اینجا محله هاشو نوشته. همونجوری گفتم بیلیک دوزو منطقه ایرانشینه، ولی خب خیلی از شهر دوره. بس ما اینو پیشنهاد نمی کنیم، ولی شیشلی شیشلی استانبول. بازم همون قیمته و متوسط تقریبا. خب بچه نیا کنین، اینجا شیشلی هتل رزیدانس داریم مثلا چقدر؟ 2300 لیر. 2250 سه و هشت، مثلا با 6 به بالا باشه. خب مثلا این 7 و 6 2000 لیر مثلا میده. خب مثلا تو تقسیم داریم 2200 لیر. اینا نیا کن مثلا اینجا که نوشته فری کنسلیشن، همون در واقع کنسلی بدون پرداخت جریمه و ایناست، بدون کردیت کارد و پرداخت در اینستالمنتس، پرداخت در اینستالمنتس. ولی اکثرا نیاز به پیش پرداخت نداره، شما میرون اونجا پرداخت میکنه. مثلا اینجا نوشته breakfast included، میتونی در واقع صبحانه بهتون میدن. اتاق شماره اتاق اینا نوشته. پس ما در نظر بگیریم برای سه شب برای دو نفر حدودا 2000 تا 2200 لیر. و یه دونه از این سایت ها، یه دونه میتونه تریواگو سرچ کنیم. بریم یه تریواگو هم سرچ کنیم و بریم سراغ هزینه های در واقع خورد خوراک. تریواگو میخوام توی شیشلی. تاریخ چه تاریخ زده بودیم؟ 12 فکر کنم تا 15 هم بود اگه اشتباه نکنم. بعد داره برای دو نفر اینجا سرش میکنم. اگه بسید 3 نفر میخواید اینجا بینویس 3 نفر. برای معمولا مثلا اگه 1400 لیر باشه برای دو نفر، 3 نفر میشه 2200، یعنی تقسیم بعد در واقع 2 یا 3 میشه. اینجا قیمت رو معمولا به دلار مینویسه. خب بعد فرق خاصی بین دو تا برنامه نداره، ولی من معمولا از اوتلزه استفاده میکنم چون اینجا به دلار مینویسه. یه ذره بخواید تبدیل کنید گرونتر در میاد. و اینجا محدودیت رو نوشته. بیایم بر اساس قیمت مثلا 21 دلار داره، 6 و 8 داره، 7 و 8 داره. هاستله، هاستله بچه تقریبا مثلا میبینید آشپزخونه‌اش مشترکه، یا مثلا همون دشوش مشترکه. اتاق ماننده، خب اتاق مثلا اجاره میده مثلا 23 دلار برای 3 شب. و اینجا که میزنید ویو دیل میکنه، در واقع میاد چی میکنه؟ 2000 years later معامله رو نشون میده مثلا چه چیزایی داره توش یا نداره. مثلا یه دونه اینو بزنیم بچه. این تریواگوه هاستل ها اینه بیشتر پیدا میکنه. اون برنامه قبلی که اسمش هم چی بود؟ اوتلز بود. اون بیشتر هتل ها و در واقع سویت های در جمع جور بهتر طوری پیدا میکنه، ولی این هاستل اینا پیدا میکنه که قیمتش هم مناسب تر برمیاد به نظرم هاستل. مثلا 27 دلار شده 12 دلار اینجا. اینو بذاری ویو دیل میاد، نمیدونم چرا رو نهی بود. نگاه پارکینگ داره، وای فای داره، در واقع سیستم فرودگاه نزدیکش داره، سیگار نمیشه کشید، ایر کاندیشن داره، تهویه هوا داره و محل نشیمن اینا داره. از اینجا ما در نظر گرفتیم تقریبا 2000 لیر برای دو نفر برای سه شب. پس چی شد؟ نزدیک 10 میلیون نفری رفت و برگشت بلیط شد. نفری هم نفری حساب نکنیم بهتره به نظر، برای دو نفر 20 میلیون رفت و برگشت، حدودا 4 میلیون هم پول جا در پول مکان. بعد بریم خورد و خوراک. خورد و خوراک رو به نظر من تو
سایت ننویسی بهتره. ولی الان به صورت معمول، به صورت نرمال، حدودا هر وعده غذایی به هر نفر تو به برگر کینگ باشه، تو رستوراناش باشه، تو KFC باشه، جایی که در مورد زنجیره‌ایه، برای هر نفر در مورد 60 لیر در نظر گرفته میشه. حد نرمالش تقریبا که سیرم میشه اینا، حدود 60 لیر در نظر گرفته میشه. پس دو نفر اگه بخوان سه وعده روز غذا بخورن، 160 تا میشه 180 تا، دو نفر میشه قد 360 لیر، یعنی تقریبا 700,000 تومان کمتر. ولی خب الان با این نوسان لیر ما در نظر میگیریم 700,000 تا 650 تا 700,000 تومان. سه روز 700,000 تومان که 2,100,000 پول در واقع تاکسی اینا، بس به خودتون داره چقدر پول تاکسی میدید. ولی تاکسی که میشینید نه 15 لیر شروع میشه، اگه اشتباه نکنم 10 بود یا 15، فکر کنم 15 بود، 15 لیر شروع میشه و میتونید با تاکسی برید یا میتونید با اتوبوس برید. اتوبوس قطعا هزینش کمتره. برای اتوبوس هم هر تک سفر 7.5 میگیره که شما بخواید روزی مثلا سه بار سوار شید، چهار بار سوار شید 4 تا 7 تا 30 تا نفری تقریبا پول رفت آمد با اتوبوستون میشه. و برای تاکسی هم که گفتم بسته مقصد داره، ولی حداقل شما باید هر سفر بین حداقل 30 لیر رو در نظر بگیرید. خب حالا بریم تجربه خودم رو از این سفر 3 روزه بهتون بگم. خب دوستان، همونجور که بررسی کردیم در واقع قیمت ها همون حدود دو نفر سه نفر شاید یک سوم فرق کنه، ولی اگه بخوام تجربه که خودم داشتم تو این سفر 3 روزه با خانواده این بود که در واقع ما دو شب، سه روز نم، دو روز و نصف بود تقریبا، این دو شب هتل گرفتیم که فرداش هم تحویل دادیم و در واقع رفتیم، که این شد تقریبا دو شبش حدودا تو منطقه شیشلی بود شد 2000 لیر، تخفیف خورده بود شد 2000 لیر، پیش پرداخت ندادیم، صبحانم نداشت. بعد و هر وعده غذاییمون حدودا 220 لیر بود، یعنی 75 لیر نفری تقریبا، و هم جاهای تاکسی و اتوبوس و اونا کلا فکر کنم با هم شد 150 لیر، چون ما شیشلی بودیم در واقع اکثر جا نزدیک بود، یا با پیاده میرفتیم یا اسکوتر چیزی بود، تاکسی هم اگه میرفتیم عواقب اونقدر زیاد در نمی اومد. و بخوام این جنبندی کلی بکنم، برای خانم سه نفره ما تقریبا دو روز هتل که شد 2000 تا، روزی تقریبا اگه هم دو روز حساب کنیم حدودا هر وقت 220 تا 600 تا در اون 60 تا 1300 تا غذا شد که میشه در اون 2600 شامل هم اونجا شد 6600 رفت آمد و این هم در اون حساب کنیم با یه سری خورد و خوراک های این بر اون بر حدودا 2600 حدودا شد 7 میلیون برای دو روز، دو روز و نصف. و علاوه حالا خرید نمی کنید که اون دیگه هزینه کاملا جداییه و متعدد خودتونه. و همچنین هزینه اگه فرودگاه هم بخواید برید از شیشلی تا اونجا تاکسی نزدیک 400 لیر میگیره، ولی اتوبوسش 30-35 لیره فکر کنم، با اتوبوس های مستان میتونید برید اونجا و در هزینه‌تون صرفه جویی کنید. پس برای دو نفر اونجوری که حساب کردیم اینجا همون 2000 تا باشه، سه شب باشه 4 میلیون، پرواز باشه حدودا 20 میلیون، 24 میلیون، غذا روزی بگیم 350 لیر، سه روزش میشه 1000 لیر، 1100 لیر تقریبا، 20 میلیون، 4 میلیون، 24، 3 تومن 27. حالا بقیه خریدایی که میکنید بس بسته به خودتون داره. به نظر من تو الان که تابستون هستین و در ماه شهریور که هستین، شما باید حدودا 30 میلیون حداقل در نظر داشته باشید برای دو نفر. حالا خب یه سری تورها هستن که اونا طبع اقتصادی تر داره، اکونومیک تره، میتونه از اونها استفاده کنید، ولی خب یه سری محدودیت هم داره که اونها رو باید قبول کنید. امیدوارم ویدیو دوست داشته باشید. اگر هم دوست دارید برای بقیه شهرهای ترکیه یک بررسی داشته باشید، میتونید دوستان بنویسید، مثل ازمیر، آنتالیا، کوشادایسی، بودروم، شهرهای توریستی دیگه ترکیه، اون حتما برام بنویسید، حتما واسه اونم یه ویدیو میسازم.
قیمت ها رو ما بررسی میکنیم و اگر هم در مورد نحوه پذیرش در هتل و اینا سوال داشتی میتونید توی کامنت ها بپرسید. اگر تونستم ویدیو میسازم، اگر هم نشد قطعا به کامنتاتون جواب میدم و راهنماییتون میکنم. و اگر هم اولین بار ویدیو از پیج من می‌بینید، اگه این ویدیو رو دوست داشتید، به این سری ویدیو رو علاقه دارید، لطفاً پیج من سابسکرایب کنید، این ویدیو رو اگه دوست داشتید لایک کنید، برام کامنت بذارید و نظرتون رو در مورد ویدیو هام دوست دارم بدونم. مرسی که همراهی می‌کنید. روزتون بخیر. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's